بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، بیش از 612 میلیون زن و دختر در حال حاضر تحت تأثیر جنگ و درگیری‌های مسلحانه قرار دارند که این رقم 50% افزایش را نسبت به یک دهه گذشته نشان می‌دهد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در این گزارش هشدار داد که پیشرفت‌های نسل‌های گذشته در حقوق زنان در خطر است و شرایط کنونی صدای زنان را در تلاش‌ها برای صلح نادیده می‌گیرد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، بیش از 612 میلیون زن و دختر در حال حاضر تحت تأثیر جنگ و درگیری‌های مسلحانه قرار دارند که این رقم 50% افزایش را نسبت به یک دهه گذشته نشان می‌دهد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در این گزارش هشدار داد که پیشرفت‌های نسل‌های گذشته در حقوق زنان در خطر است و شرایط کنونی صدای زنان را در تلاش‌ها برای صلح نادیده می‌گیرد. گوترش بر این نکته تأکید کرد که ساختارهای اجتماعی پدرسالارانه و تعصبات جنسیتی مانع از دستیابی به صلح واقعی می‌شوند. او گفت: تا زمانی که نیمی از جامعه به دلیل این موانع تحت فشار باشند، صلح دست نیافتنی خواهد بود. به گفته سیمای باهوس، رئیس نهاد زنان سازمان ملل، زنان و دختران در افغانستان، غزه، سودان، میانه و مناطق دیگر با چالش‌های جدی مانند کمبود غذا و خشونت‌های اخلاقی مواجهند. او در ادامه گفت که زنان در این شرایط از یاد رفتند و نگرانند که صدای آنها به حاشیه رانده شده است. سیمای باهوس از آغاز پیمان مشترک برای مشارکت زنان در فرایندهای صلح خبر داد و از دولت‌ها و نهادهای منطقه‌ای خواست تا اقداماتی مشخص برای تضمین حضور مؤثر زنان در مذاکرات صلح اتخاذ کنند. فقدان اراده سیاسی برای حمایت از زنان در این فرایندها چالش بزرگ دیگری است که نیاز به توجه دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که نیاز فوری به اقدام برای تغییر این معادلات و بهبود شرایط زندگی زنان و دختران در مناطق جنگ زده وجود دارد.